آقای اسامی، رابرت مالی مسئول میز ایران وزارت خارجه آمریکا در این روزها در گفتگویی با یک شبکه رادیویی در آمریکا به شوخی وقتی در مورد عمر برجام ازش پرسیدن گفت من پزشک مغز و اعصاب نیستم که گواهی مرگش رو صادر کنم. بعدم گفت هدف ما رسیدن به دستاوردهای دیپلماتیکی که قابلیت راستی آزمایی داشته باشد و جلوگیری از اینکه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. ولی خب اینها با گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مغایرت سیاست آمریکا چیه؟ نقش پلیس خوبو می‌خواد بازی کنه این بار؟ بله، مثل که الان چند سال همش ما داریم حدس و گمانه که چه عملی میشه. ببینید، راجع به بحث در حقیقت گفتاریشون تفاوتی نکرده. اگه یادتون باشه همیشه بحث بر اینه که تمام گزینه‌ها روی میزه، بهترین راه دیپلماسیه، اما ما نمی‌خواهیم ایران در دستیابی به تسلیحات اتمی پیدا کنه. این در حقیقت مسیر روند صحبت‌ها بوده. مسئله آژانس هست و اون اهرمای فشاری که حالا از طریق آژانس یا از طریق شورای امنیت میتونن و به اصطلاح مکانیزم ماشه استفاده کنن. به نظر میاد صحبت‌هایی که الان داره میشه این است که همونجور که شما گفتید، زمزمه اینی که ما دنبال یه راهکار میگردیم و سیگنال ها مثبته، در صحبتاشون مشخصاً این مشخصه که وضع فرق میکنه تا مثلا 3 ماه پیش یا 4 ماه پیش. اخیراً سلطان عمان به تهران رفت، خب میگن حاوی پیامی از آمریکا بوده. آنچه که واقعیت اینه که یک مقام ارشد دولت جو بایدن 2 روز قبل از سفر سلطان عمان به تهران به مسقط رفته بود و با مقامات عمانی صحبت کرد. همزمان روزنامه‌های کره جنوبی میگویند که گفتگوهایی با آمریکا و ایران در جریان برای آزاد ساختن 7 میلیارد بدهی کره جنوبی به جمهوری اسلامی. یعنی یک قدم‌های جدی هم طبق خواست جمهوری اسلامی اینها دارن برمی‌دارن ادمنستریشن آقای بایدن. بله، اینجور به نظر میاد که عمان میدونی که هر دفعه در واقع میان یا اونا میرن یا دلش میخواد یک میونجیگری کنه و چه حالا از نظر تبادل زندانیان، چه از نظر آزاد کردن پولا و مخصوصا در خاورمیانه، حتی به خاطر مصر هم ممکنه، رابطه ایران با مصر هم ممکنه پیام هایشون برای ایران داشته باشه. ولی همجور که شما اشاره کردید به این، یعنی منطقیه که فکر کنیم که در برابر برجام و آمریکا و بعد مثلا اروپا پیامی است، ولی چون مثلا الان آمریکاست، این به نظر من حدس و گمان خوبیه که در حقیقت یک ببینید هم انتخابات هست، هم فشار روی ایران زیاده، هم فشار روی آمریکا که این مسئله رو یه جوری حل و فصل کنن. مسئله یه حرکات ناوگانی خلیج فارس هم به نظر من به این معنای این هست که ما برای که از جنگ جلوگیری کنیم، یعنی حرکت این نراتیو یا روایت یا این گفتار رو پیش میبره که ما برای اینکه از جنگ جلوگیری کنیم به این تعهد یا به این معامله یا به این کانسشن امتیاز تن در دادیم و به ایران دادیم یا گرفتیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آخرین گزارشش رو چند روز پیش منتشر کرد. میگه ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی 22 برابر شده و تا 22 اردیبهشت به 4744 کیلو رسیده، در حالی که طبق توافق هسته‌ای سال 2015 باید از 202 کیلو ممیز 8 تجاوز نکنه، اونم اورانیوم 3.5%، در صورتی که ایران طبق همین گزارش فقط 20% 114 کیلو اورانیوم داره و طبق این گزارش غنی‌سازی تا 82.7% هم افزایش پیدا کرده. خب در این چنین شرایطی صحبت‌های آقای مالی که ابتدا بهش اشاره کردیم که میخواد جلوگیری کنه از اینکه برنامه هسته‌ای ایران نظامی بشه، خب این یه نوعی در تضاد به این گزارش. بله، ببینین آقای مالی تو هم مصاحبه اشاره میکنه که بعد از خروج آقای دولت ترامپ
از JCPOA یا برجام توانایی ایران زیادتر شده و بنابراین برای جلوگیری از این ما بایستی راهکاری پیدا کنیم. بنابراین این به نظر من همخوانی داره با اینکه الان موقعی است، چون همونجوری که اینا اهرم به اصطلاح تحریم ها و فشارهای بانکی و مالی رو اعمال میکنن، ایران هم یک نوع اهرمای استفاده میکنه، من جمله غنی‌سازی و رفتن به سوی در حقیقت زیر پا گذاشتن تعهدات قبلیش، چون اگر تعلیق بر اساس تعلیق بود تخلف بر اساس تخلف میشه و بعد معامله بر اساس معامله. یعنی این همون چماق و هویجی که شما اشاره کردید. سیاست های جمهوری اسلامی در منطقه با توافقی که در پکن بین ایران و پادشاهی سعودی انجام گرفت در حال تغییره. شما اشاره کردید در حال گفتگو هستند برای برقراری روابط دیپلماتیک جدید با دولت مصر، گفتگوهای در جریان با بحرین، گفتگوهای حتی به نوعی غیر مستقیم ربط داره به سوریه، بازگشت سوریه به جامعه عربی، به اتحادیه عرب به نوعی با توافق جمهوری اسلامی گویا انجام گرفته. در همه اینها سیاست آمریکا چقدر نقش داشته؟ آیا آمریکا مشوق این همکاری یا نزدیک شدن مجدد کشورهای عربی به جمهوری اسلامی بوده؟ اون پیمان ابرامز در حقیقت که راجبش خیلی صحبت شد و بحث برانگیز بود، عادی سازی رابطه با اسرائیل بود، من فکر کنم فشار مضاعفی بر جمهوری اسلامی گذاشت که مسائل منطقه‌ای رو خودش کم کم حل کنه. یعنی در حقیقت رقیبی پیدا کرد. حالا من فکر میکنم این حدس و گمان بسیار منطقی باشه که آمریکا مناقشه اضافه در خاورمیانه نمیخواد. حالا چه منطقه‌ای، منظورم مثلا یمن یا بین عربستان و ایران باشه، چه بین اسرائیل و مثلا ایران یا بین کشورهای دیگه‌ای که در منطقه الان میدونید افغانستان، ایران. بنابراین اگر این رو به فرض بگیریم که یک آرامشی لازم داره دنیا، مثلا با مسئله اوکراین و روسیه، فکر نمی کنم آمریکا مخالف این رویکرد با این چیز باشه، این به اصطلاح تعهد باشه که منطقه‌ای حل بشه. سالها هم هست که راجع به ریژنالیزم یا منطقه گرایی صحبت میکنن، یعنی به این معنا که ما به کسی احتیاج نداریم که مسائل ما رو حل کنه. شاید این در راستای اونم باشه و ما با بیرون اومدن آمریکا از خاورمیانه شاید این یک به اصطلاح یکی از اون حالا خواسته یا ناخواسته، پدیده‌های خواسته یا ناخواسته این رفتار باشه. شما گفتید خروج از منطقه. ما می‌بینیم که اگر آمریکا نفوذش، حضورش در منطقه در سال‌های اخیر کمتر شده، حضور چین خیلی بیشتر شده. من آماری می‌دیدم که الان مهمترین شریک تجاری یه نه جمهوری اسلامی بلکه پادشاهی سعودی، امارات متحده عربی، همه این کشورها چینه. آمریکا هم از جانب دیگر خیلی اصرار داره که چین یکی از دشمنان اصلیشه، یعنی باید مبارزه با چین رو در دستور کار قرار بده. به نظر شما اینها یه تضادی در این سیاست آمریکا دیده نمیشه که از سوی اجازه میده چین بیاد منطقه، از سوی چین رو خطر بزرگی میدونه؟ والا همجور شما هم چون واردین به سیاست آمریکا، دیگه من لازم نیست زیاد اینو توضیح بدم. هر دولتی که میاد در واقع بلند مدت زیاد فکر نمی کنن. مسئله الان و 4 سال آینده و انتخابات بعدیه. بنابراین اگه تضادی باشه مثل مثلا بودجهشون یا مثل انتخاباتشون، این تضادها در حقیقت یه چیز عادیه. ولی یه مسئله که شما اشاره کردید، حالا اگر چین را به عنوان دشمن حساب نکنن، به عنوان یک رقیب جدی که ممکنه نظم جهانی رو یا عوض کنه، حالا از یک قطبی به دو قطبی یا از یک قطبی به چند قطبی تبدیل کنه، مخصوصا با اون جاه طلبی که چین هم در خاورمیانه و هم در آفریقا داره، باعث بشه که حتی مسئله تایوان امتیازی باشه که بتونن روی میز بذارن صحبت کنن. بنابراین یک رقیب سرسخت و یک تغییری در ساختار نظم جهانی ممکنه به وجود بیاد و اون که شما میگید تناقض داره. یعنی نمیشه شما به قول آمریکا نمیشه هم کیکت داشته باشی هم بخوری،
هم از منطقه بیای بیرون دخالت نکنی یا بگی به ما ربطی نداره، هم بگی که اگر یک خلأ ایجاد شد کسی نره اینو پر کنه. کاملا درست. یک پرسش آخر، شما صحبت از منطقه گرایی کرده، خب یکی از کشورهای مهم منطقه اسرائیله. اسرائیل مهمترین، حداقل تا کنون مهمترین کشوری بوده در سیاست‌های آمریکا در رابطه با منطقه، یک متحد جدی و اصلی آمریکاست. اسرائیل هم از این پوانهایی که، امتیازهایی که دولت بایدن مستقیم و غیر مستقیم به جمهوری اسلامی میده به خوشنود نیست و این ناخوشنودی رو بارها علنی اعلام کردن. خب این میتونه تغییری در سیاست و اتحاد بین آمریکا و اسرائیل به وجود بیاره؟ بله هم نه. ببینید، شکی نیست که کسی در منطقه و در جهان، بایستی بگم، نمیخواد ایران دستیابی به تسلیحات اتمی پیدا کنه. ولی بحث اینه که از چه راهی این رو مهار کرد؟ آیا طبق تعهدها و قوانین بین المللی و برجام و یا سازمان ملل یا تعهدات چند جانبه، یا در حقیقت شاخشونو کشید و حمله کرد؟ حمله کردن و یعنی آقای نتانیاهو سالهاست که داره اینو میگه که مسئله فقط نظامیه، اینا در حقیقت دارن بخت میخرن، بخت کشی میکنن، ایران داره تسلیحات اتمیش رو قوی و قوی تر میکنه. اختلاف نظر راجع به متد یا روش وجود داره، نه راجع به در حقیقت پالیسی کلان یا استراتژی کلان. از این نظر دو مرحله ای هم میتونه باشه، یعنی وقتی که همه اینا در حقیقت مسیر خودشو طی کرد یا از بین رفت، یعنی مذاکره به بن‌بست رسید، شما میتونید این کارو بکنین. ولی همونجوری هم که شما هم اشاره کردید، مسئله غنی‌سازی اورانیوم و دستیابی به تسلیحات یا تولید یک بمب یا چند بمب یک فاصله نزدیک است بعد از که غنی سازی به یک حدی میرسه. بنابراین یک ویندو یا یک زمان کوتاهی ممکنه وجود داشته باشه. اونجاست که با هم اختلاف نظر دارن آمریکا و اسرائیل. با سپاس فراوان از اینکه با ما همراه بودید. باش، برمون شما.